سلام عزیزان حق جو. امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می کنید در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند باشید. عزیزان، خداوند یگانه پرفیز و مهربان، خالق این هستی و شما بسیار مشتاق تا با شما صحبت کنه. از شما دعوت می کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناخت بهتر از او کلام او را مطالعه کنیم. عنوان مطالعه امروز ما در کلام خدا هست بیرون کردن بوتها از زندگی من. بیرون کردن بتها از زندگیمان. آیه کلیدی این مطالعه در کتاب خروج فصل 3 آیه 20 هست. این آیه میفرماید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد آمین عزیزان قبل از شروع مطالعه از شما دعوت می کنم تا با هم دعا کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا آموزش دهی خداوند از تو درخواست می کنم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می خواهی به من بیاموزی به من کمک کنی خداوند به من کمک کن تا درک کنم این آیه در کلام تو در خروج فصل سه آیه 20 چه ربطی با زندگی امروز من داره در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین دوست عزیز حقجو متاسفانه در زندگی بسیاری اغلب چیزی هست که اهمیت داشتن و یا به اون رسیدن از بودن با خداوند و زندگی روزانه با او هم براشون مهمتر و با تر شده بله متاسفانه در زندگی بسیاری اغلب چیزی یا چیزهایی هستند که موجب میشن اونها به محبت، توانمندی، سخاوتمندی و دانایی کامل خداوند شک کنند و یا حتی اعتماد و ایمان خودشون را نسبت به خداوند از دست بدند. اون چیز یا چیزهایی که در زندگی بسیاری ارزش و اهمیتش از بودن با خداوند و زندگی روزانه با او براشون بالاتره اون چیز یا چیزهایی که موجب میشن تا شخص به محبت و سخاوتمندی خداوند شک کنه و یا حتی اعتماد و ایمان خودش را نسبت به خداوند از دست بده در زندگی هر کسی فرق میکنه برای مثال در زندگی خیلی ها داشتن شغل خاصی هست این عزیزان در این تصور اشتباه هستند که اگه شغلی را که در حسرت اون هستند به دست بیارن دیگه تمام مشکلاتشون از بین میره و از شادی و خوشی بیپایانی برخوردار میشند. در زندگی بسیاری دیگه داشتن جاه و مقام و موقعیت خاص اجتماعی که در حسرت داشتن اون هستند براشون مهمتر و با ارزشتر از داشتن رابطه شخصی صمیمی با خداوند و در اراده خاص او زندگی کردن شده. در زندگی بسیاری دیگه هم برخورداری از شهرت و آوازه های جهانی مهمتر و با از بودن با خداوند و زندگی در اراده او شده. در زندگی بسیاری دیگه هم داشتن رابطه با شخصی که در سر دارند مهمتر و با ارزشتر از بودن با خدا و زندگی در اراده او شده. همونطور که میتونید حدس بزنید مثال بیشماری مانند اینها در میان افراد جامعه های ما رواج دارند. دوست خوب من شما چطور؟ لطفا به این سوالات من کمی فکر کنید. آیا داشتن رابطه شخصی و صمیمی با خداوند و زندگی روزانه در اراده خاص او برای شما در اولویت اول قرار داره؟ یا که بنا به هر دلیل چیز یا چیزهای دیگه ای در قلب و فکر شما هستند که اهمیت و ارزش والاتری از خداوند براتون دارند آیا تا حالا شده این سوال را پرسیده باشید که اگه خداوند واقعا مهربان، دانا و سخاوتمنده، اگه خداوند واقعا من را دوست داره، پس چرا اجازه میده من در حسرت رسیدن به فلان چیز و یا داشتن فلان چیز باشم؟ دوست عزیز حق جو لطفاً دقت بفرما اگه شما بنا به هر دلیل در حسرت داشتن چیزی یا رسیدن به موقعیتی هستید که کم کم اهمیت و ارزشش از بودن با خداوند هم براتون بیشتر شده اگه دارید مدام محبت دانایی و سخاوتمندی خداوند را زیر سوال میبرید و اگه نسبت به خداوند عصبانی هستید و یا که دارید اعتماد خودتون را به او از دست میدید باید به خود تون بیایید و خیلی مواظب باشید. بله دوست خوب من اگه کوچکترین اثری از گرایش به سوی هر چیز دیگری به غیر از بودن با خداوند و زندگی روزانه در اراده او در فکر و قلب شما خودنمایی میکنه باید به خود بیایید و خیلی مواظب این خطر باشید. لطفا دقت کنید شما به عنوان یک انسان دارای خرد درک و بینش محدودی هستید بنابراین شما نمیدونید خدای دانای مطلق قادر مطلق همیشه هم در همه جا حاضر یگان خداوندی که تمامی این هستی و شما را آفریده و در کنترل کامل خودش حفظ میکنه داره در زندگی شما در هر لحظه چه کار میکنه درست دوست من آیا شما از تمامی چگونگی عملکرد خداوند در این دنیا و در زندگیتون کاملا آگاه هستید؟ به همین دلیل شما نمیدونید خداوند دانای مطلق خالق شما در طول زمانی که شما در صبر به سر میبرید داره چه هدفی را دنبال میکنه شما نمیدونید در طول زمان صبرتون خداوند داره چه نقشه عالی را در زندگی و تغییر شخصیت شما به کمال میرسونه عزیزان تعالیم کلام خدا به روشنی به ما یاد میدن که هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان بیاره خداوند گناهان اون شخص را میبخشه اگرچه برای اثبات این مهم ما نمونه های بسیاری در کلام خدا داریم اما برای مثال در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین میخوانیم زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین عزیزان دعای من اینه که تمامی شما به عیسی مسیح ایمان بیارید تا خداوند گناهان شما را ببخشه و به شما حیات ابدی در نزد خود در بهشت عطا کنه دوست خوب من تعالیم کلام خدا همچنین به ما یاد میدن که بعد از آن که گناهان شخص در ایمانش به عیسی مسیح بخشیده شدند خداوند روح القدس یعنی خداوند در روح در وجود آن ایماندار سکنا میگزینه در ارتباط با این نکته بسیار مهم در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 چنین میخوانیم آیا هنوز نمیدانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمیدانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. آمین. عزیزان خداوند روح القدس در شخصی که به عیسی مسیح ایمان آورده سکنا میگزینه و با اون شخص ایماندار تا لحظه ای که زنده هست به سر میبره. چرا؟ چرا روح القدس در هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره ساکن میشه و تا روزی که اون شخص زنده هست در وی به سر میبره؟ پاسخ اینه که چون که خداوند مشتاق تا از اون لحظه به بعد با اون شخص ایماندار همدم و مونس صمیمی بشه تا خداوند روح القدس بتونه به اون شخص ایماندار به عیسی مسیح کمک کنه تا قادر بشه در اراده خاصی که خداوند براش داره زندگی کنه از لحظه سکونت روح القدس در شخص ایماندار، روح القدس به او کمک میکنه تا به تدریج شخصیت کهنه گناهکار خودش را از خود دور و به شباهت خداوند عیسی مسیح مبدل بشه. دوست خوب من لطفاً دقت بفرمایید برای اینکه شخص ایماندار قادر بشه با کمک روح القدس به شباهت عیسی مسیح مبدل بشه و برای اینکه شخص ایماندار بتونه در طول زندگیش در اراده خاص خداوند زندگی کنه خداوند روح القدس باید همیشه مهمترین و ارزشمندترین چیز برای او باشه مهمتر و ارزشمندتر از هر شغل، شهرت، ثروت، رابطه و یا هر چیز دیگری در تمامی این هستی. دوست خوب من با توجه به این نکاتی که به عرضتون رسوندم لطفا خوب دقت بفرمایید. خداوند خداونده خداوند شایسته برخورداری از تمامی احترام و اعتماد شماست. بنابراین اگه در قلب، فکر و زندگی شما چیزی هست که موجب میشه تا احترام، اعتماد، دانایی، محبت و سخاوتمندی خدا را زیر سوال ببره باید بدونید که حتما بوتی جایگزین او شده عزیزان بود هر چیزی هست که در قلب و فکر شما اهمیت و ارزشش از کسی که گناهانتون را بخشیده و به شما حیات ابدی عطا فرموده بیشتر شده بود یعنی هر چیزی که اهمیت و ارزشش در قلب و فکر یک ایماندار بیشتر از خداوند شده و سعی میکنه احترام و اعتمادی را که خداوند شایسته آن هست نصیب خودش کنه وجود هر گونه بوتی در هر ایماندار به عیسی مسیح موجب میشه که شخص ایماندار به تدریج نسبت به خداوند دچار تردید بشه و اعتماد خودش را به او از دست بده وجود هر گونه بوتی در هر ایماندار به عیسی مسیح موجب میشه تا شخص ایماندار به تدریج از خداوند دور بشه وجود هرگونه بت‌پرستی در هر ایماندار به عیسی مسیح موجب میشه تا شخصیت شخص ایماندار مبدل به عیسی مسیح نشه. وجود هرگونه بت‌پرستی در هر ایماندار به عیسی مسیح موجب میشه تا شخص ایماندار نتونه با خداوند در رابطه ای شخصی و صمیمی باقی بمونه. و بالاخره وجود هر گونه بطی در هر ایماندار به ایسای مسیح موجب میشه تا شخص ایماندار نتونه با روح القدس همکار باشه و اراده خدا را در زندگیش انجام بده. دوست خوب من خداوند شما را بیشتر از اون دوست داره که اجازه بده تا بوت یا های موجود در این دنیا جای او را در فکر، قلب و زندگی شما بگیرند. از این جهت خداوند خالق یگانه و پدر آسمانی مهربان ما ایمانداران به عیسی مسیح در کتاب مقدس که کلام خود اوست در قسمت خروج فصل 20 آیه 3 به ما اختار میکنه که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. عزیزان تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد آیه کلیدی مطالعه ای امروز ما در کلام خداست پس خداوند امروز به من و شما چی میگه؟ خداوند خیلی روشن و واضح و خیلی قابل فهم برای همگان میفرماید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد دوست خوب من ما باید این درس و اختار خداوند را بسیار جدی بگیریم و به اون عمل کنیم برای شروع درک این که آیا در زندگی ما خدایان دیگری هستند یا نه باید زندگی روحانی خودمون را صادقانه محک بزنیم بله باید صادقانه تصمیم بگیریم بفهمیم آیا هیچ چیز یا چیزهای دیگری در زندگی ما جایگاه خدا را گرفتند و خدای ما شده اند؟ آنگاه اگه وجدان ما یا روح القدس به ما نشون داد که بله چیز یا چیزهای دیگری در قلب، فکر و زندگی ما جایگاه خدا را گرفتند باید بلا فاصله آن را به خداوند اعتراف و از او درخواست بخشش کنیم. باید از خداوند درخواست کنیم به ما کمک کنه تا آن بوت یا بوتها را از فکر، قلب و زندگیمون کاملا دور کنیم. عزیزان ما نمیتونیم با پنهان نگاه داشتن بوت یا بوتها در قلب و فکرمون خداوند را به درستی بشناسیم با او زندگی کنیم و اراده الهی او را در زندگیمون انجام بدیم. درست به همین دلیل که خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 6 آیه 24 به ما درس بزرگی یاد میده. عیسی مسیح در این قسمت میفرماید نمیتوانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول آمین بله دوست خوب من ما نمیتونیم هم با خدا باشیم و در اراده او زندگی کنیم و هم بوت یا بوتهایی را در زندگیمون پنهان کرده باشیم دعای من اینه که همه ما این پیام را امروز جدی بگیریم و با پاکسازی فکر، قلب و زندگیمون از وجود هر گونه امر خداوند را اطاعت کنیم. عزیزان قبل از به پایان بردن مطالعه امروز در کلام خدا ببینیم از این مطالعه چه هایی یاد گرفتیم یک یاد گرفتیم که خداوند به ما امر میکنه که هیچ خدای دیگری را در فکر، قلب و زندگی خودمون نداشته باشیم دو یاد گرفتیم که اگه مواظب نباشیم چیزهای بسیاری میتونن به تدریج جایگاه خدا را در زندگی ما پر کنند و همانند هایی خدای زندگی ما بشند. سه یاد گرفتیم که خداوند در طول صبر ما برای دریافت پاسخ درخواستمون از وی در فعالیت خداوند نسبت به نیازهای واقعی ما بیتوجه نیست. چهار یاد گرفتیم که خداوند در هر لحظه از زندگی ما خداست و داره خدایی میکنه. او میدونه در هر لحظه از زندگی ما چی میگذره او میدونه ما به چی نیاز داریم چه احساسی داریم و همینطور خداوند میدونه ما چه خواسته و آرزوهایی داریم پنج یاد گرفتیم که خداوند آنقدر به ما علاقمنده که برای بخشش گناهان ما که مهمترین نیاز ماست یگان فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد شش یاد گرفتیم که بعد از ایمان به عیسی مسیح روح القدس خداوند در روح در ما سکنا میگزینه و تا لحظه ای که بر روی این کره زمین زنده هستیم در ما به سر میبره همینطور یاد گرفتیم که روح القدس در ماست تا از ما محافظت کنه، تا ما را هدایت کنه و تا به ما کمک کنه هر روزه خداوند را بهتر بشناسیم و در اراده او زندگی کنیم. و بالاخره درس هفتم و آخری که از این مطالعه یاد گرفتیم این بود که ما نمیتونیم هم بنده خدا باشیم و هم بنده پول یا شهرت یا رابطه های ناشایسته و از این قبیل چیزها عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که از تمامی نیازهای من به خوبی آگاهی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که برای بخشش گناهان من یگان فرزندت عیسی مسیح را به این جهان فرستادی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که با روح مقدست همیشه با من هستی تا در طول زندگیم راهنما و مراقب من باشی خداوند به من کمک کن تا وسوسه هیچ بوتی بر من غالب نشود و هیچ بوتی را به زندگیم راه ندهم خداوند به من کمک کن تا همیشه هم تو و فقط تو را خدای زندگیم بدانم با تو زندگی کنم و خواست تو را انجام دهم خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم که برای پرداخت تاوان گناهان من جان خودت را به جای من داوطلبانه بر روی صلیب فدا نمودی من به تو ایمان می آورم به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا همیشه در اراده تو زندگی کنم در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین عزیزان امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه چنانچه در طول این مطالعه خداوند عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید خوشحال میشم تا از شما بشنوم همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده خوشحال میشم سوالات شما را بشنوم و در صورت امکان به آنها پاسخ بدم عزیزان با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض رحمت و محبت عیسی مسیح آرامش الهی او همواره با شما آمین سرودهای شادمانی تو را می ستاییم نامت را به یاد آورده تو را می پرسی. با زورطای شادمانی تو را می ستایی. نامت را به یاد آورده تو را می پرستیم یک صدا سرا بخانی ایمان خدا این اش ما یسرا بخانی امان دل خدا به ما دین شادی ما قلب ما به وجد می آید از نام مسیحا از وجود روح القدس اندر قلب ما قلب ما به وجد می آید از نام مسیحا از وجود روح القدس اندر قلب ما باید دائما سرایم نزد قدس خدا این هدفی است بسالی سراییم ای را من سراییم نزد قدس خدا این هدفی از بس عالی سراییم ایسا را آیید متحد یک صدا ایسا را بخانیم امانویل خدا با ما این شادی ما آیید متحد یک صدا ایسا را بخانیم امانویل خدا با ما این شادی ما این شادی ما in a show diem in a show diem